بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طبيبا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. شما أعز را و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم، مراقب باشیم گناه نکنیم، خدا را حاضر و ناظر ببینیم و بالاخره بدانیم اون چه انجام میدهیم ضبط میشود و توشه ما در آخرت خواهد بود. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و در این زمینه خیلی دقت کنیم، خیلی مراقبت کنیم، ببینیم که چه پیش فرستادیم. در جلسه قبلی که مصدع بودم وعده دادم بحثی در مورد معاد داشته باشم، یک جلسه بحث شد در مورد یکی از خصوصیات قیامت. و اما امروز بحثم در یکی دیگر از مواقف قیامت است و اون موقف حساب است. بر قیامت به حساب انسان رسیدگی می شود. نکته اول این که اون چه چرده ایم در دنیا و حتی احیانا بعضی حالات نفسانی که در سینه های ما مکتوم است، همه اونها مورد بازخواست قرار می گیرد. امیر المؤمنین در دعای کمیل عرض می کند کل سیئت امرت به اثبات اهل کرام الکاتبین، خدایا هر چی کردم، هر عمل زشتی دستور دادی که فرشتگان ضبط کنند، کتاب الکاتبین، و علاوه بر آن خودت هم ناظر بودی، می دیدی، مراقب بودی و چیزهایی می دانستی که بر فرشتگان مأمور مخفی کردی. از باب لطفی که به من داشتی حتی نخواستی فرشتگانی که موکل بر منند از اون کارهای زشت مطلع شوند. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. پیغمبر اکرم به ابازر می فرماید یا ابازر حاسب نفسک قبل ان تحاسب. ابازر قبل از اون که
روز قیامت فرا رسد و تو را در موقف حساب نگه دارند و به حسابت برسند. خودت به حساب خودت برس، خودت رسیدگی کن از کارهایی که کردی و از اون چه که مورد بازخواست فردا قرار خواهی گرفت. من یکی دعایه براتون میخونم: و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. ما میزانهای قسط و عدل را در قیامت قرار میدیم، نصب میکنیم. هیچ کس به هیچ کس ظلم نخواهد شد و اگر کسی به اندازه دانه ای از خردل چرده باشد، ما اون عمل رو بر میگردانیم و حاضر میکنیم و ما برای حساب کافی هستیم. در آیه دیگر بفرماد: کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. نامه عمل هر کسی را در مقابل چشمش در قیامت قرار می دهیم. تمام اون چه کرده است می بیند و به او می گوییم بخوان، این نامه عمل توست، این پرونده عمل ده ها سال توست، بخون نامه ات را، بخون پرونده ات را. و عرض کنم که کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت حسابگر باش، خودت میتوانی بفهمی که آیا بهشتی هستی یا جهنمی هستی. در جای دیگر در سوره اذا زلزله میفرماد: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه سنگینی ذره هر کس کار خوب کرده میبیند، هر کس کار بد کرده میبیند. رسول الله در همون بیانی که خطاب به ابوذر داشت میفرماد که زن قبل ان توزن، قبل از آن که تو را یا عمل تو را وزن کنند خودت رو وزن کن. ببین بعد از یک عمر اینه که دوران پیری رسیده وزنت چقدر است؟ واقعا الان بنده هستی، مطیع هستی یا نیستی؟ دقت کن: زن نفسک و تجهز للارض علی الارض الاکبر علی الله یوم لا تخفا منک خافیه. خودت رو آماده کن برای قیامت، اون زمان که تمام زندگی تو بر خدا عرضه می شود و هیچ چیز مخفی نخواهد شد، هیچ چیز مخفی نخواهد شد. که وقتی انسان می بیند می گوید: مال هادل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. عجیب، این چه نامه ایست، این چه پرونده ایست؟ هر چه کردم از کوچک و بزرگ تمام اینجا ضبط شده. برادران، خواهران، ما یه صحنه این چنینی در پیش داریم، مراقب باشیم. نگاه های ما ضبط می شود، حتی
حالات نفسانی ما مورد حساب قرار میگیرد. البته این غیر از نیتی است که مثلا کسی قصد میکند گناه بکند و نمیکند، این به صرف این قصد مؤاخذه نمیشه. اما حالات نفسانی، کینه هایی که در سینه ها انباشته شده، اون کینه ها مورد محاسبه قرار میگیرد. میفرماد ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اون چه در درون قلب شماست، چه آشکار کنید چه مخفی کنید، خداوند محاسبه می کند. یعنی اون چه در سینه هم مخفی شده و ظاهر هم نشده مورد مؤاخذه و حساب قرار می گیرد. و باز می فرماید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. آیه ای در اینجا براتون می خونم خیلی قابل توجه است و تکون دهنده است. اون آیه این است ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. می فرماید یا رسول الله اونهایی که هر کاری انجام میدن خوشحال هستند و فخر میکنن، مباهات میکنن، یفرحون به ما اتاو، اینقدر از خودشون راضی هستند و عجب دارن، هرچه میکنن به عمل و به اون کار خوشحال میشن. یفرحون به ما اتاو و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، و دوست می‌دارند که کسی تعریف کند از آنها، از او، ولو تعریف نابجا و بی‌مورد. دوست می‌دارند کسی مدحشون بگوید، ثنایشون بگوید، مدح کند به چیزی که در آنها نیست. مدحی دروغین، انسانی متملق مدحی می‌کند به چیزی که در طرف نیست. فرمود اگر کسی از این مداهی خوشحال بشود و دوست بدارد این را، یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو، توجه میکنید، اینها فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، فکر نکنی که اینها از عذاب الهی میتونن فرار بکنن، نه، عذابی دردناک در انتظار اونهاست. این عذاب دردناک برای چی؟ برای اینکه این آدم خوشحال شده از اینکه مدح بیجا از او کردن، تعریف بیجا کردن. نه، حتی اگر کسی مدحی کرد به دروغ، به ناحق و بی اساس مدح و ثنای شما را گفت، اگر نمیتونید دهانشو ببندید اقلا اعتراضی بکنید، و بالاخره اگر مجالی هم برای اعتراف نیست، در درون خودتون خوشحال نشید، نگید خب تعریفی از من کرد، ثنایی به من گفت. این خوشحالی فرمود که مورد مؤاخذه قرار میگیرد. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. سخن دیگری که در مورد حساب هست این که ما از آیات و روایات استفاده میکنیم، این اعمالی که ضبط شده، آیا خداوند با این اعمال چجور برخورد میکنه؟ آیا بندهش رو با تمام اینها با جزئیات مؤاخذه می کند
به اصطلاح مو رو از ماست میکشه یا یه قدری آسان میگیرد حساب را. ما از روایات و از آیات استفاده میکنیم که دو نوع حساب هست، هم حساب یسیر هست، حساب آسان، و هم حساب سخت است به تعبیر سوء الحساب. این رو دقت کنید که بسیار مهمه. مثلا در بعضی از آیات اینجور آمده که می فرماد که ای من قریتن عتت ان امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا فداقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا. می فرماد چه فراوانند انسانهایی که در قریه ها زندگی کردند، از فرمان خدا سرپیچی کردند و از فرمان پیغمبرشون سرپیچی کردند. اینها رو ما حساب سختی کردیم، حاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، عذابی که هر کس می دید بدنش می لرزید از زشتی و از سختی. فداقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا. خدا من می فرماد عده‌ای هستن اینجوری ما باشون رفتار کردیم که اونها رو سخت عذاب کردیم و حاسبناها حسابا شدیدا، حساب سختی کردیم. و یا در آیه دیگری می فرماد والذین لم یستجیبوا له، آنان که اطاعت نمی کنند فرمان خدا را، اجابت نمی کنند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لابتدوا به، اینها اونچنان گرفتار میشن که اگر اون چه در زمین از آن آنها بود و یا بیشتر، اینها برای نجات از عذاب اون رو میدن، فدیه میکنن که آزاد بشن. بعدن میفرماد اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المهاد، با اینها ما محاسبه میکنیم حساب سختی، از این حساب سخت تعبیر به سوء الحساب شده، سخت حساب میکنیم، حساب رسی میکنیم، میکشیم، مؤاخذه میکنیم، از جزئیات مؤاخذه میکنیم، سوال میکنیم، پاداش عمل زشت کمشون رو هم کف دستشون میگذاریم. این یه مرحله برای عده‌ای سوء الحساب است، اما برای عده دیگری نه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين وبصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمستشهدين بين يديه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، باز شما أعز را و خودم را بتقوای إلهي سفارش میکنم. اتقوا الله حق تقاته، اونطور که باید مراعات حرمت الهی رو بکنید، ادب رو مراعات کنید، در مقابل خدا بی ادبی نکنید، جسارت نکنید، و اگر هم جسارتی کردید عذر خواهی کنید. و اما قسمت دومی که وعده دادم در این خطبه عرض کنم، نسبت به بعضی ها خداوند با سهولت و آسانی با اونها رفتار می کند. خدا می فرماد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فمن اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. انسان ها، بالاخره شما تلاش می کنید، عملی انجام می دهید و به سوی لقاء الهی حرکت می کنید. آنان که نامه عملشون به دست راستشون داده شود، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، خداوند با آنها حسابی آسانی خواهد کرد، یعنی با اغماز گذرا. دیگه مور رو از ماس نمی کشه خدا، دونه دونه ریزه ها رو مطرح نمی کنه و مؤاخذه نمی کنه. یحاسب حسابا یسیرا، به آسانی به حساب اونها رسیدگی می کند. اینها کسانی هستند که نامه عملشون دست راستشون داده شده، و اینها ینقلب الی اهله مسرورا، خوشحال که الحمدلله در این موقف ما سرفراز از موقف خارج شدیم. در وضو میگوییم وقت تراس اللهم اعتنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا، خدایا نامه عمل ما رو در قیامت به دست راستم بده. اعتنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری، سند خلود در بهشت را هم به دست چپم بده. و حاسبنی حسابا یسیرا، و با من به آسانی محاسبه کن. در روایات آمده که خداوند با بنده اش تا سن 40 با یک آسانی و وسعت برخورد می کند. لفی فسحت من امره، یعنی زود میگذره، با یک پشیمانی او رو میبخشه. اما بعد از اون که به سن 40 رسید، خداوند به دو فرشته مأمور میگوید که غلظا علیه و شددا، دیگه از حالا به بعد با شدت و غلظت با این آدم رفتار بکنید، دیگه گذشت به سادگی نیست. وقت تو با علیه
صغیر عمله و کبیره، هر چه می کند از کوچک و بزرگ همه رو ضبط کنید. آقایان و خانم هایی که 40 به بعد رو دارن حواستون جمع باشه، مراقب باشید، دیگه از اون 40 به بعد دیگه سراشی 20. داریم یواش یواش به لقاء الله نزدیک میشیم، به قبر نزدیک میشیم، دیگه خیلی جسارت است و جهالت است که باز هم انسان گناه بکند. میفرماد که غلظا علیه و شددا علیه. از این استفاده میکنیم که گناهانی هم که انسان انجام میدهد یک نوع نیست. بعضی از گناهان هست که دنبالش غضب خداست، خیلی مهمه. گناهی میکند که دنبالش غضب خداست و خود رو باید برای آتش آماده کند، اما گاهی گناه در این حد نیست. حتی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. گناهان ریزی کسی انجام داده، به صرف این گناه غضب خدا دنبالش نیست. حالا ما از کجا بفهمیم که این گناه از چه نوعیست؟ گناهیست که دنبالش غضب خداست یا نیست؟ در سوره حمد میگیم غیر المغضوب علیهم. خدایا ما رو در زمره افرادی که مورد غضب تو هستن قرار نده. مبادا من که الان دارم با تو صحبت میکنم تو بر من غضبناک و خشمگین هستی، که وای بر من. امیرالمؤمنین در این زمینه یه راه رو باز کردن برای ما. میفرمان که خداوند 4 چیز رو در 4 چیز مخفی کرده، غضبش را در گناهان پنهان کرده. نمیدونه انسان کدام گناه هست که دنبالش غضب خداست، بنابراین میفرماد که مراقب باشید هیچ گناهی نکنید. شاید همین گناهی که خدایی نکرده تصمیم گرفتی انجام بدی، دنبال این گناه ولو به نظر تو کوچک میاد، همین غضب خدا دنبالش باشه. بعدن میفرماد خدا رضای خودش رو هم در طاعتش پنهان کرده. حتی الامکان سعی کنید طاعت الهی رو ترک نکنید، هر عمل خیری، هر کار خوبی، هر عبادتی انجام بدید، شاید رضای خدا در همین عملی باشی که به نظر شما نمیاد. شاید یک صله رحمی که کردید به سوی قاطع رحم بلند شدی، هدیه ای بردی، احوالش رو پرسیدی، شاید رضای خدا در همین صله رحم باشه، خدا از تو راضی شده باشد. پس هیچ عبادتی را هم حتی الامکان شما ترک نکنید. بعدن میفرماد ولیش را هم خداوند در بین بندگانش پنهان کرده. ولی خدا کی هست؟ اون کسی که حرمتی خدا برای او فوق العاده قائل است، اون کسی که غضبش غضب خداست، خوشحالیش خوشحالی خداست، ولی خداست، خدا پنهان کرده، اون کی هست؟ در جمع ما نمازگزاران ولی خدا چند تا هستند؟ نمیدونیم. در یه جمع دیگری نمیدونیم. لذا میفرماد که سعی کنید هیچ بنده ای از بندگان خدا رو اهانت نکنید، شاید همین ولی خدا باشه. یه آدم پاورهنه، لباس مندرس، اصلا به حساب نمیاد، شاید همین ولی خدا باشه. فرمود مراقب باشید، اهانت نکنید به بنده ای از بندگان خدا. در یه روایتی حضرت صادق به اصحابشون فرمودند ما لکم تستخفون بنا، چه شده که شما اینقدر به ما اهانت میکنید؟
ما در نظر شما سبکیم. مردی از اهل خراسان گفت یا ابن رسول الله، شما عزیزترین انسان ها هستید در نزد ما، چطور ما به شما اهانت جسارت میکنیم؟ فرمود خودت به من جسارت کردی، خودت منو تحقیر کردی. گفت آقا کی من شما رو تحقیر کردم؟ حضرت فرمود یادت هست در فلان محل سوار بر مرکبت بودی در بیابان، رسیدی به یه نفر که او از بندگان خوب خدا بود، او از ولی از اولیاء بود. او گفت فلانی منو یه مقدار به اندازه یه میل یا بیشتر پشت شطورت بنشون، پشت مرکبت بنشون، منو هم سوار بکن، خسته شدم. یادت هست اعتنا نکردی و رد شدی؟ مگر تو نمیدانی اگر کسی بلیگی از اولیاء خدا را و از دوستان ما را اهانت کند، به ما اهانت کرده، تو به من امام صادق جسارت کردی. الله اکبر. خدا ولیش را هم در بین بندگانش پنهان کرده. همه مردم رو احترام بکنیم، همه اونهایی که در دایره ایمان هستند همه رو احترام کنیم. به هر کس برخورد میکنیم بگیم شاید این ولی خدا باشه، اهانت نکنیم، توهین نکنیم، تحقیر نکنیم، کلمه زشتی نگیم. و چهارم هم فرمود که خداوند اجابت رو هم در دعاش پنهان کرده. کدوم دعاست که حتما مستجابه؟ نمیدونیم. بنابراین فرمود که حتی الامکان به هر دعایی توجه کنید، دعاتون رو بکنید، شاید اجابت خدا در همین دعایی باشد که پنهان کردید. و اما جمله دیگری در مورد حساب بگویم، در روز قیامت انسان‌های مطالبه‌گر میشن، میان دامن آدم رو میگیرن. خدا رحمت کنه شهید رجایی میگفت که وای بر من اگر رو وقتی روز قیامت نمیدونم 11 میلیون که به من رأی دادن اینها بیان دامن منو بگیرن بگن رجایی چی کردی؟ اما سبان جمع باشه. مطالبه گر. گاهی حضرت مهدی میاد دامن ما رو میگیره. ما رو با آخذه میکند در قیامت. میفرماد ترا خمس رو ندادی؟ مگر تو نمیدونستی که خمس متعلق به سادات است و به من است؟ چرا خمس ندادی؟ رها نمیکنه امام زمان ما رو. سادات دامن ما رو میگیرن، مؤاخذه میکنن، مطالبه میکنن. پیغمبر اکرم فرمود در شب معراج دیدم یه نفر به عرش الهی چسبیده داره ناله میزنه، شکایت میکنه از خویشاوندش، میگه خدایا به داد من برس، فلان خویشاوند به من ظلم کرده. گفتم جبرئیل فاصله بین او و بین اون خویشاوندی که ازش شکایت میکنه چقدره؟ گفت بعد از 40 پشت به هم میرسن. اینقدر خویشاوند دوره. دو برادر بعد از 1 پشت میرسن، دو پسر عمو بعد از 2 پشت میرسن، این آدم بعد از 40 پشت میرسه به خویشاوندی که از شاکیست، در این حال داره شکایت میکنه و دادخواهی میکند. ببینید این آیه شریف عجیب است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. عجیبه، در قیامت طرف میرسه به مادرش، اما به عوض اون که خوشحال بشه، خب مادر بعد از این طول فراق در عالم برزخ خوشحالم میبینمت، به محض این که مادرشو میبینه فرار میکنه، در میره، از دست مادر فرار میکنه، از دست پدر فرار میکنه،
از دست فرزندانش فرار میکنه، از دست برادرش فرار میکنه. این قرآن دیگه ها، سخن من نیست که خوندم براتون آیه رو. از دست خانمش فرار میکنه، خانم از دست شوهرش فرار میکنه. اینا چرا فرار میکنن؟ مدیونن، مدیونن به اینا. الان باید امروز به حسابشون رسیدگی بشه، میگن وای فرار میکنه در میره، اما جای فرار نه، عین المفر، فرار نیست. همه رو باید جواب داد، همه رو باید جواب داد. اگر حقی از پدر ضایع کردیم باید جبران کنیم، چه پدر زنده است چه مرده است. اگر مرده هم باید براش دعا کنیم، حق دعا داره. همینطور مادر، حق فرزند رو ضایع کردیم همینطور، حق برادر رو ضایع کردیم همینطور، حق همسر رو ضایع کردیم همینطور. جواب باید داد یوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.